سرخط مهمترین خبرها. بازگشت کووید 19 به تاجیکستان، وزارت گفت در 3 روز 85 بیماری نو ثبت شد. آقاخان حادثه های بدخشان را بسیار تشویش آور خواند. و بازداشت و رهایی خبرنگاری که خیمه پرزیدنت و رئیس کمیته امنیتی قرقیزستان را آشکار کرد. درود بیننده عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در 3 روز گذشته 85 بیماری کووید 19 ثبت شده است، ولی معلوم نیست که آنها به اومیکرون نوع جهش یافته بیماری همگیر مبتلا شدند یا نوعهای دیگری آن. مقامات تاجیکستان بعد از ماه ها تنفس روز 21 ژانویه امسال درباره بازگشت بیماری همگیر به کشور خبر دادند، هرچند خبرنگار رادیوی آزادی هنوز روز 12 ژانویه معلومات پیدا کرده بود که چندین نفر به کووید 19 مبتلا هستند. وزارت تندرستی تا روز 21 ژانویه از پخش آماری بیماران خودداری میکرد. به اطلاع رسمی از آغاز پاندمی در تاجیکستان 17180 نفر بیمار شده، 124 کس جان باختند. عین زمان در کشور مردم زیاد به بیماری های راههای نفس و مثل سرماخوردگی گرفتارند، هرچند میگویند بیماری سبک و زود میگذرد. از این رو متخصصان به آمار وزارت تندرستی درباره سرایت کمی بیماری در میان مردم شبهه دارند. شاهزاده کریم آقاخان چهار رهبر اسماعیلیان جهان گفته است رویدادهای اخیر در بدخشان تاجیکستان برایش بسیار نگران کننده است، در حالی که به قبل او نااستواری در منطقه افزایش یافته است. بدخشان مکانی اصلی پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان است. پیام آقاخان را روز 17 ژانویه امسال به زبان انگلیسی و تاجیکی نشر کردند. تا این دم موقع شبکه آقاخان آید بروش در تاجیکستان نسبت وضعیت بدخشان معین نبود. قبلا نمایندگان سازمان به سوالهای رادیوی آزادی جواب ندادند. رهبر اسماعیلیان جهان در پیامش گفته است مثل همیشه تحولات حاضره را زیر نظارت قرار داده است و در مورد ضروری رهنمایی منبعده را میفرستد، اما عین زمان از پیروانش در تاجیکستان خواسته است در هیچ فعالیتی که میتواند باعث خلل‌دار گردیدن برقراری صلح و نظم و ترتیبات خوب گردد شرکت نکنند. بار دیگر فرمانم را به جماعت تکرار میکنم که هر گونه خشونت، به ترتیبی فعالیت غیرقانونی و عملهای دیگر را که به قانونهای سرزمین مخالفند رد کنند، افزوده است او. این در حال است که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان دست داشتن خود را در بی‌نظمی‌ها و قانون شکنی ها رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار بالای آنها گناهکار میکنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمیپذیرند. بدخشان ماه نوامبر سال 2021 شاهد اعتراض چهار روزه بود. مقامات درباره زخمی شدن چند مأمور و انتظامی میگویند ساکنان از کشته و مجروح شدن مردم ناراضی. اعتراض ساکنان در خارق بعد آنکه به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند، چیزی که به گفته نمایندگان جامعه شهروندی تا حالا اجرا نشده است. ناظران و کارشناسان میگویند که علامت های از بهتر شدن رابطه های ترکیه و ارمنستان به چشم میخورند که با وجود همسایگی درهای خیش را برای یکدیگر بستند. مرز دو کشور از سالهای 90 بسته است و اقتصاد ارمنستان از این کار رنج زیاده میکشد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم زرنگیز نوروز شاه تقدیم میکند. ترکیه مرزهایش را با ارمنستان سال 1993 و بعدی آن بست که نیروهای ارمنی در جنگ با آذربایجان ولایت کوهستان قره‌باغ را تصرف کردند، اما بعدی بازپس گرفتن قسمی از قلمرو ولایت از ارمنی ها در سال 2020 به گفته تحلیلگران راه برای برقراری مناسبت های ترکیه و ارمنستان هموار شده است. امروز هیچ گونه مانعی برای نزدیک شدن ارمنستان و ترکیه نیست. باید در یاد داشته باشیم که ترکیه بعد اشغال این قلمروها در سالهای 1990-93 تصمیم گرفت مرزهایش را بندد. حالا توجیه برای این وجود ندارد. علاوه بر این پیام های مثبت از آذربایجان درباره نزدیک شوی ترکیه و ارمنستان میرسد. فرستادگان ترکیه و ارمنستان هفته گذشته در مسکو ملاقات داشتند و هر دو طرف گفتگوها را سازنده خواندند.
باز شدن مرزها به هزاران ارمنی که در ترکیه کار میکنند کمکی عظیمی میشود. چون آنها مجبورند به راه پرمشقت با افتوبوس از طریق گرجستان به وطن سفر کنند. ولی تاریخ میتواند مانعی برای برقراری مناسبت ها شود. ارمنستان ترکان عثمانی را به نسل کشی ارمنی ها در زمان جنگ یکم جهانی متهم میکنند. ترکیه آن را نسل کشی نمیداند و میگوید که قتل مردم زیاد به سبب جنگ های داخلی آن زمان بود. بعضی کارشناسان میگویند ارمنستان نمیخواهد آنچه که گذشت مانع همکاری در این زمان شود. این سیاست بدون پیش‌شرط است، یعنی معتدل کردن رابطه‌ها، نه آشتی. مسئله درباره نسل کشی ارمنی ها نیست، بلکه مسئله ساده دو همسایه است که رابطه های دیپلماتی برقرار نموده مرزهایشان را باز کنند. مصالحه دیرتر بعدی به اعتدال آمدن مناسبت ها میرسد. عادی کردن مناسبت ها میتواند در ترمیم رابطه های آسیب دیده انقره با واشنگتن کمک کند که تلاش های دیپلماتی اخیر را ستایش کرده است. کنگرس امریکا سیاست ترکیه را که با محروم کردن ارمنستان از بازار بزرگ و راه های ترانزیتیش به اقتصاد آن آسیب رسانیده است تنقید میکند، چون این ارمنستان را به روسیه و ایران پایبند کرده است. برخی از تحلیلگران میگویند باز شدن مرز ترکیه و ارمنستان این پایبندی را کم میکند. باز شدن مرزها از نظر بهبود همکاری ها و به خصوص ارتباط و نقلات تأثیر بزرگی برای منطقه دارد. تقویت همکاری های بین دو کشور نقش ایران را در تمام منطقه بسیار کم می کند. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرام رادیو زودی دسترس کنید. مقامات قرقیزستان ژورنالیست تحقیقاتگر بولات تمیروف را که شب 22 ژانویه بازداشت شده بود با شرط بیرون نرفتن از محل زیست آزاد کردند. مؤسس صفحه تمیروف لایف در یوتیوب روز 23 ژانویه در نزد دادگاه ناحیه سویرلوف بیشکک گفت دادرس بازداشتش را قانونی دانسته است، اما تفصیلات نداد. ده ها نفر به جانبداری از او تظاهرات کردند. تمیروف بازداشتش را به نشر تحقیقات درباره طرح‌های شبهه‌آور صادرات مزود از جانب شرکت قرقیز نفت گاز پیوند داد. شبکه زیر رهبری او در یوتیوب چند پیش سلسله گزارش‌ها را با نام 37 میلیون سوم در دو روز سخمه صادر ژاپارو و قمچبیک تاشف آغاز کرد. تحقیقات گویا دست داشتن نزدیکان تاشف را در فعالیت شرکت دولتی نفتی قرقیزستان بررسی کرده است. تاشف در فیسبوک معلومات تمیروف لایف را در باره او دروغ محض دانست. بولات تمیروف روز یکشنبه به خبرنگاران گفت اینجا چند هدف بود: مصادره تجهیزات و بدنام کردن تحقیقات ما، زیرا ما نه تنها فعالیت قمچبیک تاشف بلکه شخصان قدرتمند دیگر را نیز تحقیق کردیم. کمیته نروژی هلسینکی در توییتر از مقامات قرقیزستان خواست ادعا را درباره برقصانه پرتافتن مواد مخدر تفتیش کنند. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان شام 23 ژانویه با نشر یک اظهارات در صفحه فیسبوکیش نوشت پرونده بولات تمیروف را شخصا زیر نظارت گرفته است تا آن منصفانه بررسی شود. پرزیدنت ارمنستان ارمن سرکیسیان از مقام خود استعفا داد. او گفت در این مقام از صلاحیت کافی برخوردار نیست تا در سیاست کشور و مسئله های جنگ و صلح تأثیر گذار باشد. سرکیسیان 68 ساله با نشر یک اظهارات در سامانه رسمی پرزیدنت ارمنستان افزوده است کشور در یک واقعیت قرار دارد که رئیس جمهور نمیتواند از بیشتر توانمندی هایش برای اجرای وظیفه های نظام استفاده برد. طبق قانون های ارمنستان پرزیدنت استعفای خود را به پارلمان پیشنهاد میکند و آن از زمان اعلام شدنش قبول خواهد شد. وظیفه های پرزیدنت را تا انتخاب شدن رئیس جمهوری نو رئیس پارلمان بر ذمه می گیرد. پرزیدنت ارمنستان را مجلس ملی این کشور انتخاب می کند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 ژانویه را فرا می گیرد. سالهای 1318 تا 1400 کمال خوجندی شاعری غزل سرای تصویرگر زندگی و ایجاد کرده است. در 82 سال عمرش توانیست هزارها غزل نویسد و از نظر ادبیات شناسان محض با هنری تصویرگری بلندش در ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک
مقام خاصی گرفت. او زاده شهری باستانی خوجند بوده، بعدی تحصیل در سمرقند به تبریز. قلمروهای ایران امروزه کوچید و مقبره‌اش در تبریز است. سال 2014 هیئتی از مقامات فرهنگیان تاجیکستان خاکی از تربت کمال خوجندی را از تبریز به خوجند آورده در باغ کمال مقبره رمزی او را بنیاد کردند. سال 2018 در تاجیکستان 700 سالگی شاعر را جشن گرفتند. یانوری سال 2011 با یک قرار پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در کشور خدمات مهاجرت تأسیس داده شد. آن در نزد وزارت کارهای داخلی تشکیل شده، اینچنین در شهر و مناطق روسیه که سالها استقلالیت به مکان اساسی کار و مهاجرت شهروندان تاجیکستان تبدیل شد، نمایندگی های خود را باز کرد. 24 ینور روز بین المللی آموزش است. سازمان ملل متحد که تأسیس چنین یک سنه مخصوص را ضرور می‌داند می‌گوید دسترسی به تعلیم و آموزش و پرورش حق قانونی هر کس است و حقوق همه دختر و پسرها در جامعه‌های سیاره به گرفتن معلومات باید برابر باشد. در تاجیکستان تحصیل در مکتب‌های میانه رایگان و حتمی می‌باشد، ولی وجود مشکلات اقتصادی در برخی آیله‌ها باعث از تحصیل کنار ماندن کودکان می‌شود. قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا به تغییر مانده است. حالا در بانک های تاجیکستان 1000 روبل روسی را با 147 سامان و 30 درم عوض می کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1130 سامانه برابر است. بیننده گرامی تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. برنامه بعدی ما ساعت 14 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو تقدیم شما می شود. تا آن دم خدا نگهدار.